سلام مجدد خدمت شما بینندگان امیدوارم که هر جا هستی سلامت و تندرست باشید خیلی اطالعه کلام نمی کنم محضر جناب آقای حکیم رزوی سلام و عرض ارادت دارم اونجا سلام نرکم سلام نرکم تاعتتون قبول باشید اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و تبریک میگم روز تولد امام مشتبه علیه السلام سلامت سلام با. علیه السلام و ادامه میدیم بحثمون رو در مورد تغذیه و وعده های قضایی که در مورد صحبت میکردیم خب در مورد وعده صبحانه صحبت شد شام صحبت شد که سفارش به شام خوردن شدیم و یک گوشه ای هم در مورد نحوه بهتر حزم غذا صحبت کردیم رسیدیم به وعده نهار در مورد وعده نهار خب ما روایات داریم دو دسته هستن یک دست از روایات در مذمت یعنی اشخاصی بر اهل بیت علیهم سلام وارد شدن و سوال کردن در مورد مشکلاتشون که مثلا مشکلات گوارشی که داشتن و وجود مقدس حضرت مصطفی علیه السلام سفارش کردن بهشون که شما برای درمانتون نهارتون رو ترک کنید یعنی وعده غذایی رو نخورید و, نخوری و بهتره که بین صبحانه و شامتون چیزی مصرف نشه یعنی یه جورایی مثل همین روزه گرفتن ما با بدنتون برخورد بکنید تا اینکه بدن به سلامت برسه و بدنتون سالم میشه در مورد روایتی که حالا مذمت نیست یعنی یه جورایی وعده نهارو رو تو وعده های ما گذاشته که منم یه قلق خاصی داره که الان عرض میکنم روایت وجود مقدس آقا علی ابن موسیر علیه السلام در رساله زهبیه که خب خود رساله زهبیه چندی شهر برش خورده به چندین چاپ مختلف چاپ شده نسخه های مختلف داره آسان قدس رزوی بسیار خوب کار کردن در این مورد اعضا میتونن تحقیق بکنن بحثایی که اینو من اینجا امروز عرض بکنم خدمت عزیزان بحثایی که در مورد سند رساله زهبیه میشه حالا بعضی از آیون تو صحبتاشون اومدن فضای مجازی هم پخش شده در رد رساله زهبیه و سندش که خب متاسفانه مخاطبی که جلوی من نشسته سواد نداره الان مثلا من بگم آقا رساله زهبیه مثلا یکی از راویاش محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم توثیق نشده پس روایت توصیق نشده مثلا من چه حرفی رو بیان بزنم شما میدونید محمد ابن مسلم کیه؟ شما میدونید اصلا توثیق چیه؟ میدونید کتاب رجالی چیه؟ میدونید بحث اصلا موسق و حسنه و نمیدونم از این مباعث که در روایات در رجال روایات بحث میشه خب کسی اصلا اطلاع نداره حالا من این حرف تخصصی رو بیام بین مردم بزنم و طرفم به اعتماد به من بله. که شاید حالا من اشتباه کرده باشم شاید اصلا این نظر شخصی من باشه شاید نظر شخصی مثل اختلاف فتوایی که بین آقایون هست این ابراز این بحث در بین مردم و عوام مردم یه جوری باعث میشه که شخص اعتقادش نسبت به بعضی از روایات اهل سوس بشه چیزی رو که درست نمی‌کنه تازه خیلی چیز دارم خراب بکنه. در صورتی که روایت آقا علی ابن موسی علیه السلام در این رساله ذهبیه خب اسنادش ما اومدیم تو این کتاب ژنتیک در اسلام ما اسنادش انتهای کتاب به خاطر اینکه یک سری از مباحث ژنتیکی تو این روایت اومده که بسیار عمیقه و یکی از اساتید ما میفرمودن که ولو به این که رساله ذهبیه ضعفی در سند هم داشته باشه متن عبارت اون متن و عبارت رساله زهبیه خودش جابر ظرف سندشه انقدر این متن دقیق و انقدر عمیق هست که به جز معصوم هم چی کاری اصلا نمیتونه بکنه حالا بعضی ما جنس کار مشخصه که از امام معصومه یا حالا رساله زهبیه که ارز کردم ما اصلا بحث سندیش هم کردیم و اثبات کردیم خب میگم خود آسان قدس هم الحمدلله مفصل در مورد این قضیه وارد شدن و مباحث مفصلی که در موردش هست حضرت تو جایگاهی که دارن تذکر میدن به معمون علیه ما علیه در مورد اینکه چطور تغذیه بکن چطور غذا بخور و چی بخور و چی نخور در فصول مختلف چه غذاهایی میتونیم مصرف کنیم و چه غذاهایی باید ترک بکنیم حضرت به وعده های غذایی میرسن سفارش که میکنن حضرت میفهمن صبح غذا بخور و شب و در روز بعد تنها روایتی که من دیدم و شاید حالا روایت دیگه باشه ولی خب ما هرچی دیدیم اساساً اون تاوال چیزی راجبش مثلا من نشنیدم اگه کسی هم پیدا کرد به ما اطلاع بده تنها که دیدم در مورد نهار اهل بیت در مورد صحبت کردن و تایید کردن اونم به این شکل همین روایت حضور مقدس علی بن موسی علیه السلام حضرت میفهمند که یک روز صبحانه و شام بخورد روز بعد هشت ساعت بعد از بیدار شدنت ببینید چه ساعتی میشه هشت صبح حساب بکنیم میشه چهار بعد از ظهر ده صبح حساب بکنیم میشه چند میشه شیش بعد از ظهر یعنی طرف اگه ده صبح بیدار شه شیش بعد از ظهر یعنی تقریبا بازم میشه گفت به نهار ما هم شبیه نیست ولی حالا بر فرض میگیم یک بعد است از... حضرت میفهمد یک روز صبح بخور شب بخور یک روز هشت ساعت بعد از بیدار شدنت یک وعده غذا بخور یعنی بعد از بیدار شدن چیزی نخوره نخوره احسن یعنی صبحانه و شام هم حذف کردن اینکه این که کردم یه قلق خاصی داره و یک شرطی داره شرطش اینه که اگر خواستی نهارم بخوری صبحان و شام دیگه نهار. نمیخوری الا اینکه شب به اندازه اینکه صدق خوردن شام بکنه یه خرما یه لقمه نون پنیری یه لیوان شیری یه لیوان شیری چیزی که معده خالی نمونه نه اینکه بشینه یه پرس غذا مصرف کنه احسن تازه امروز هم میریم پیتزا میتزا سنگین تا هزمش مفصل شریه. پس اگر شخصی خب من خودم به شخصه الان نزدیک 7 8 ساله که خونه وعده نهار ندارم نهار مصرف نمیکنم بچه‌هام هم کم و بیش مثل خودمون رعایت ما عادت کردن یعنی دیگه چون غذای درست نمیشه مجبورن دیگه عادت <applause> ولی خب صبحانه همیشه غذا خورده میشه شام همیشه غذا خورده میشه این که میفهمم صبحانه من لطفا توی روز گذشته میخواستم همین رو بپرسم ما بعضی از روایت ها رو میشنویم و در بعضی از جاها هم به صورت سنت میبینیم که صبحانه اصطلاحا پختنی میخورن حالا آش حتی چیزایی مثل برنج من دیدم از جا میخورن و تعجب میکنم میگن اینجا عرفه این درسته یا سفارش شده است اصلا بر پختنی ها نیا کنید وعده غذا غذا به چیزی میگن که معمولا پخته شده و ترکیب چند تا چیز با هم یک غذای خاص و یک چیز خاصی رو تولید کرده میوه جانس بهش تو روات غذا نمیگن به میوه غذا گفته نمیشه تنقلات بهش غذا گفته نمیشه چرا بگه مثلا 21 مویز خوردم یه قاشق اصل خوردم اینا بهش غذا گفته نمیشه غذا چیزی که میگه اینا, اینا چیه که غذا قضا... غذا قضا اون چیزی که بالاخره از ترکیب چند تا چیز ادویه های مختلف داره گوش داره یا چیزای مختلفی داره حالا وعده های غذایی صبح و شب و ما تو هم کتاب تغذیه درمانی یک فصلی هست مباب. تغذیه مزاج های مختلف اومدیم گفتیم آقا مزاج سرد و گرم سرد و سرد و خشک سرد و مرتوب گرم و خوش گرم و مرتوب هم سودا صفرا بلغم و دم اومدیم این چهار تا مزاج رو بررسی کردیم هر کدوم رو گفتیم چه غذایی مصرف بکنن و در چه تایمی وعده غذایی که صبح شبه. گفتیم آقا شما تو صبح میتونی این غذا رو بخوری شما تو صبح میتونی این غذا رو بخوری شما شما و شما اومدیم بهشون یک سری غذاهای ایدئالی که برای اون مزاز خوب است و دادیم و چند تاشم من نام میبرم چون بعضی خیلی سختشونه از اینکه میشنون صبحانه غذا خوردن خب یه سری چیزا سنت از قبل بوده یعنی یه چیزایی که مثلا بین مردم عرفه مثلا کله پاچه و خب همه میگن صبح بخورید اصلا دیده باشی کله پاچه پنج صبح شیش صبح بود یه تموم شده کله پاچه آه. خب این به خاطر اینکه بدن آماده حاضر برای پذیرش معده سنگین نمیشه بعدش ورزش انسان میکنه یعنی حرکت میکنه کار میکنه بخاطر این باعث هضم غذا میشه حلیم سوپ آش کله پاچه سیرابی انواع آبگوشت ها انواع مثلا مثل عدسی خوراک لوبیا یا غذاهایی که مثلا به صورت آبکی صبحانه خیلی برای بدن مفیده و اگر دقت کرده باشن عزیزان غذاهایی که تو افطار مصرف میشه یه مقدار بهتر سوپ درست وقتی که معده خالیه یه چیز آبکی یه چیز نرم یه چیز گرم بهش میچسبه و قشنگ جذب بدن میشه همینا دقیقا همون سوپه فطوری که در عرب بهش میگن به بله. عنوان صبحانه همین افطار خودمونه مواد که اصولا در افطار وقتی که معده خالیه و انسان ناشتاست برای همین به صبحانه میگن ناشتایی درست شد افطار ما بشیم در حقیقت ناشتایی چون ناشتاییم بله 15 16 ساعت چی نخوردیم نخ... معده خالی خالی صبح هم انسان ناشتاست همون چیزی که تو افطار میخورن ازش لذت میبرن همون چیز صبحانه برای انسان خوبه و میتونه کمکش بکنه حالا ما مثلا بعضی از مواقع کشکی جونه مثلا کنارش میزنیم، تخم مرغ آب نیمرو نیم رو املت و هر چیز دیگه ای که انسان میتونه بخوره و به بدنش نیرو بده میتونه تو صبحانه کمک بکنه خب پس نهار به این ترتیب ما همیشه ارز کردم چند سالی که نهار نمیخوریم اگر جای نهار دعوت بشیم خب سعی میکنیم مثلا به احترام میزبان وقتی دعوت کرده صبحانه اون حس میکنیم شام هم حس میکنیم بعد نهار رو خدمتمون عزیز میرسیم این نهار دعوت کنیم تشویم خیالتون را این یک راهکاریه برای اینکه ما بتونیم جمع بین نهار و صبحانه و شام بکنیم که در روایت اهل این وجود داره. پس به این ترتیب نهار میتونه جایز باشه. خب پس ما حد اکثر قضایی که در طول روز قرار شد بخوریم دو بعد است. صبحانه شام حد اقلش یه بعد است که نهار که بینشون باشه. ساعت پس این یه فرمول کلیه برای هر کسی که میخواد تغذیه داشته باشه. حالا یک... سوال. پس توی همون صبحانه که قرار شد بهتره خوراک و غذا و پختنی باشه پنیر کره مربا نمیدونم حالا تخم مرغ نیمرو باز جز پختنی ها حساب میشه اینها رو توصیه نمی کنید در صبح خیلی پنیر رو خب مثلا اهل بیت بیشتر سفارش می شب خورده بشه چون سبک میشه برای شب. هم بحث سبکیشه هم بحث سردیشه معده خالیه آها معده خالیه میتونه اذیت بکنه تو معده خالی انرژی زیادی نداره مثلا خود پنیر به قدیمی آره چرا مثلا نگاه کنید اصل خودش یه غذای کامله اصل خودش انرژی کامل اگه با کره حیوانی طرف با اصل با یه دمنوش مثلا مثل دمنوش به یا دمنوش مختلف خب این خودش خیلی نه. انرژی داره نه چای خودش چیز خوبی نیست با یه دمنوش مثلا به حسیب با یه مقداری مثلا یه پیاله اصل با یه مقدار کره حیوانی با نون سنگک اگه طرف بخواد بخوره ماه رمزون الان ما گشت هم شد بخواد بخوره میتونه انرژی خیلی خوبی بدنش برسونه و میتونه از اون استفاده بکنه تا بعد از ظهر همین فرمول در سحر در... ایام انجام بدن یا نه نکنه این فرمول ناشتاست میشه افتار. آه پس میشه افتا اگه دوشید افتار هم هم همون همین کار یه مقدار اولش آره، پنی خورمایی مثلا نونو اصلی یه لیوان شیری بعضی حال می‌بینیم که توی مهم میان ابتدای همین حال خودمون سبک میخورن بعد میرن یه دو ساعتی یک ساعت دو ساعتی بعد طبق شامشون که حالا هر میشه مثلا ده و اینها بوده اون موقع دوباره یه شام میخوان این کار خوبه یا نه این پدرت مدرم و اول کار دارم میکنید اینکه یک جا مده پر بشه و اذیت بشه خوب نیست ولی اینم که تعداد های غذایی رو ما زیادش میکنیم اینم خوب نیست یعنی که طرف و خلاف مسیره که میگه کم بخور پنج بار در روز بخور نه این درست نیست از رژیم ها اینجوری داره میگه دیگه اصلا روایت مستقیما در نهی است حضرت مؤمن یه شکم میخوره کافر و منافق هفت شکم میخوره عجب یعنی اصلا چیز پسندیده ای نیست برای یک شخص چرا که هی پس و آره هی خوردن خوردن اصلا از نظر علمی حالا من فرصت چقدر داریم فرصت داریم چند دقیقه شما بفرمایید از نظر بفرم. علمی خوردن غذا روی هم باعث فساد میشه مخصوصا وقتی غذا متنوع شه در تنوع غذا عرض کردیم یکی از ایراداتی که به تنوع غذا وارد میشه اینه که نحوه هضم هر غذا تفاوت میکنه به خاطر همین خوردنش رو هم باعث فساد میشه حالا اگر یک غذا یک نوع هم باشه هضم زیاد باشه باز همین اتفاق میفته غذا بله. تلمبار میشه باعث فساد میشه لذا خوردن حجم زیاد غذا در یک وعده سفارش نمیشه ولی اینم نیست که طرف بیاد هی وعده ها رو زیاد بکنه بگه آقا به جای اینکه یه وعده بخورم پنج وعده شش وعده میخورم نه غذا دو وعده یک یا دو وعده حد اکثر اون چیزی که برای رفع گرسنگی یا رفع آتش حق داره شخص مصرف بکنه اینه که میوه یا مثلا مثل سالاد یا چیزای دیگه بین صبحانه و شامش مصرف کنه تا باعث سی شدنش بشه نه اینکه بخواد غذا مصرف کنه پس تعدد رو اصلا نداریم و اینکه نمیدونم کم بخور حالا خوردش کن در طول روز این هم کار غلطی ناخداگا کار معده رو چند برابر میکنه دیگه این خوردن تا خوردن بعدی همینجوری داره کار میکنه بالله. دوباره به همین ترتیب چرخه‌ای با 24 ساعتش و خستگی به خود تن هم میمونه. ورود میکنه بسیار دو سه دقیقه دیگه میتونیم صحبت کنیم خب بحث بعدی که باید مطرح بشه در مورد تغذیه و همین نحوه غذا خوردن بجز صبح و ظهر و شب اینه که شخص ناگهان گرست نمیشه بعضی از عزیزان هستن زمان تایم کاریشون طوریه یا حجم کارشون جوریه که تمام انرژیشون رو میسوزونن و نیاز به غذا پیدا میکنن ما یک مبنایی در روایات اهل بیت داریم که حضرات معصومین میفرمایند تا گرسنه نشدی نخور تا تشنم نشدی نخور نه. که بعضیا مثلا سفارش میکنن میگن آقا همینجور باید آب بخورید تو تا میتونید بخورید اینا برخلاف روایت احسن بازن. الا کسی که بیمار باشه مثلا یه شخص مراجعه میکنه با افت شدید رطوبت بدن مواجه شده من اگر به این بگم شما روزی 5 لیوان مثلا سکنجبین بخور یا غذای آبکی بخور این برای آبر این برای درمانه ولی شخص عادی که من بیام مثلا توی شبکه اجتماعی یا توی تلویزیون مثلا بگم آقا همه روزی 5 تا لیوان آب بخورن روزی هفت تا لیوان آب بخورن نه این همه درست نیست بحث درمان نیا کنید شاید شخصی بیمار باشه ما بهش بگیم آقا شما ورم اصناعشر داری باید روزی چهار وعده غذا بخوری چون اگه بخوای دو وعده بخوری به معدت فشار میاد به اسناشر به روده ها فشار میاد و باعث وخیمتر شدن حالت میشه بینش گرسنگی کشیدن بسیار برات زرده چون گرسنگی تو برام اسناشر زرده بسیار شدید داره یا تو زخم معده اثر منفی میذاره این باید معدهش همیشه پر نگه داره این ك... بیماره اسیدهایی که ترشح رو این بیماره این بحثش فرق میکنه استثناس یعنی اینجور نیست که اگر اهل بیت فرمودن آقا فلان غذا فلان مقدار باید خورده بشه شخص باید اینطور غذا بخوره این مطلق, باشه, باشه. این همون علینا به القاء اصوله اصل اینه در انسان طبیعی و سالم و صحیح یک یا دو بعد غذا بیشتر نخوره ولی شخص که بیمار میشه دیگه فرمور فرق میکنه به تشخیص طبیب که ببینه این چقدر غذا نیاز داره و چطور باید غذا رو مصرف کنه پس وعده های غذایی یک مبحثه بحث گرسنه شدن یکی از مبانی گرسنه شدن و تشنه شدن یه بحث دیگه است شخص اگر ما داریم بین صبحانه و شامش چیزی نخورد برای شخصی که گرسنه نمیشه اگر کسی گرسنگی شدید بهش آرز شد آقا چکار کنه الان من کارگرم صبح صبحانه مفصل خوردم رفتم بیل زدم تا غروبم باید بیل بزنم بعد از به ظهر رسیدم دیگه به بعد از ظهر انرژیم نمیرسه اصلا بدن من معدم انقدر ظرفیت نداره میفهمن که به جای وعده غذا از تنقلات انرژیزا و از مواد غذایی مثل چی مثل میوه ها آه. که انرژی بدنشو تامین بکنه مثلا دو تا سه تا دونه خرما بخوره دم دمنوشای مقوی بخوره یه قاشق اصل بخوره یه خورده از مغزیجات پسه بادون فندق گردو که یه حقوق کل روزش رو بده همینا مصرف کنه اینا رو مصرف کنه تا انرژی بدنش رو تامین بکنه بتونه به کارش برسه ولی وعده غذای سره جای خودش باشه و یک نکته ای که روایت آقا امیر علیه السلام در وسیعتشون به امام مشتبه علیه السلام که حضرت فرمودن چند تا کاری که تو رو از طبیب بی نیاز میکنه یکیش اینه که از فهمون تو گرسنه نشدی، غذا نه. نخور و این قلبه داره و به قول ما حاکم است و حکومت است دارد بر روایات دیگه یعنی چی یعنی اگر صبح از خواب بیدار شدم گرسنه نبودم به یک لغمه باید کفایت کنم نه اینکه بگم نه گفتن صبحانه بخور پس بشینم حسابی بخور. بخورم تا گرسنه نشدی قضا نخور این فرمول حاکمه بر تمام فرمول ها در عین توصیه شدن به صبحانه و شام با اون فاصله دوازه ساعتیش اگر تو این دوتا فاصله هم گرسنه نبودم که انرژی دارم یعنی حق خوردن, ندارم, خوردم ندارم. اگرم قرار شد چیزی بخورم به جهت رعایت آدا مختصر بله یه لغمه ای الا... که صرف اینکه صبحانه بوده باشه یا مثلا یه استکان شیر میخورم یا شب سه تا دونه خورما با یه مقدار آب مصرف میکنم نه اینکه یه وعده غذای کامل بخورم بگم حالا که گفتن صبحانه بخور شام بخور الا بلا پس من باید همشو یه پرس غذا کامل بخورم نه تا گرسنه نشدی غذا مصرف نه کلیزو خیلی از بعضی از اساتید ما هستن کلا تو روز یه وعده غذا میخورن کاری <applause> به بازی نمیدونم این با های نداری نه 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 برای بله بدنه بسیار ممنون و خدا خیلیتون بده بشه. انشالله که این مب هست برای شما هم پسندیده بود یک فاصله کوتاه تقدیم شما کنیم برگردیم خیلی تایم به از آن بسیار عالی یک بار دیگه سال روز ولادت امام مجتبا علیه السلام رو به محضر شما و والدین گرانقدر رو با ارزشش وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین تبریک و تهنیت عرض میکنم امیدوارم از خصلت‌های کرامت امام حسن نصیب همگان بشود در این ماه که خدا هم سفره انداخته مهمانهای عزیز خودش رو سر سفره کرامتش می ما هم ذره یاد بگیریم و هوادار دل دوستان و محبین آل الله باشیم و توصیه خیلی از بزرگان بر اینه که هر وقت اتفاقا دستتون تنگ شد سفره بیندازید و فقرا رو دعوت بکنید خدا به آبروی حرکتی که انجام دادی بر شما عنایتش رو دو صد چندان خیلی ممنونم در این دقایق زیبا و شیرین اجابت دعا ما را از لحظات خوش دعا کردنتون فراموش نکنید دست هاتون رو که به سمت آسمان بلند میکنید از ما هم یادی بفرمایید اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و و جعلنا من خیر عوانهی و انصاره